سونی های تندروی بوکو هرام روز یک شنبه در دو حمله جداگانه در شمال شرقی نیجریه واقع در آفریقا سینزده نفر از جمله سه نظامی را کشتند. به گزارش شبکه خبری تی آر تی این گروه تروریستی این حمله را به پایگاه نظامی در وولاری، نزدیک شهر کندوگا در ایالت برنو انجام داد. ابراهیم لیمان از مقام های نظامی نیجریه گفت تروریست های بوکوهرام از پوشش تاریکی و مزارع زورت که در حال برداشت هستند برای حمله به این پایگاه استفاده کردند. بوکوهرام در سال 2009 یک شورش و جنگ خونین را در شمال شرقی نیجریه به راه انداخت و به تدریج دامنه حملات خود را به کشورهای همسایه گسترش داد. این گروه تروریستی همچنین در سال 2015 ارتباط و بیعت خود را با سنی تندروی داعش اعلام کرد. شبه نظامیان بوکو همچنین ده کشاورز را در حالی که در مزرعه خود کار میکردند به ضرب گلوله کشتند بوکو در هفته اخیر حملات خود را تشدید کرده و بسیاری را مجبور به ترک منازل خود به ویژه در مناطق روستایی کرده است بنابر اعلام دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل در نتیجه فعالیت‌های تروریستی یک دهه اخیر بوکو در نیجریه بیش از سی هزار نفر کشته و نزدیک به 3 میلیون تن بی خانمان شدند. در سال 2014 با رو بودن صدها دختر دانش آموز از مدرسه در ایالت برنو به شهرت رسید و توجه رسانه ها و جامعه بین المللی را به سمت خود جلب کرد.